خبر امروز منم اکثرا در رابطه با واکنش سلبریتی‌ها به وضعیت گران شدن بنزینه. مهداد میناوند یه عکس از حسن روحانی استوری کرد و نوشته خاطرتون هست چند روز پیش روحانی توی از گفت ما یه میدون نفتی بزرگ کشف کردیم. حالا که قیمت نفت رو 3 برابر کرد فهمیدم منظورش از اون میدون بزرگ جیب مردم بوده. تخمین میلانی رو و خیلی از سلبریتی‌های دیگه هم با انتشار این عکس گفتن چاه نفت کشف شده جیب ما مردم ایران بوده. سحر جعفر جوزانی هم یه ویدیو از خودش پست کرد و نوشته در دیزی بازه. شرم و حیا مگه وجود داره؟ پرسش شما شرم دارین؟ پاسخ چی شرم چیه؟ خوردنیه؟ پوشیدنیه؟ تو جیب جا میشه؟ هر وعده که دادند به ما باد هوا بود، هر نکته که گفتند غلط بود و ریا بود. چوپانی این گله به گرگان بسپردند، این شیوه و این قاعده ها رسم کجا بود؟ رندان به چپاول سر این سفره نشستند، اینها همه از غفلت و بیحالی ما بود. خوردند و شکستند و دریدند و تکاندند، هر چیز در این خانه بی برگ و نوا بود. گفتند چنینیم و چنانیم، دریغا اینها همه لالایی خواباندن ما بود. ای کاش در دیزی ما باز نمی ماند، یا کاش که در گربه کمی شرم و حیا بود. این شعر دوستان مال ایرج میرزاست و متاسفانه هنوز دقیق به روزه. ارژنگ امین فضلی هم یه ویدیو از خودش پست کرد و نوشته بمیری دیگه حداقل بعد 3 میلیون پول بدی واسه قبر. نه زندگی میصرفه نه مردگی. البته خوب شد بالاخره از بلا تکلیفی در اومدم. تونستم بفهمم چه حسی دارم. حس میکنم اون خری هستم که جلوم هویج آویزون کردن تا به هوای اون راه برم، تا سنگ آسیا بچرخه و اطراف چشم من بستن تا کوهی از هویج رو در اطرافم نبینم. روزگاری که نمیری نمیصرفه، بمیری هم نمیصرفه. سلام آقا، 20 لیتر بنزین بده، میخوایم خونوادگی خودمون آتیش بزنیم راحت. کارت سوخت داریم؟ نه. 60,000 تومن میشه. لیتری 3,000 تومن. 60,000 تومن اگه داشتم که حالم خوب. آی خدا. آی بچه بودو برو شمس خانم بگو شوهرت سکته کرد مرد، یه نون خورتون کم شد، برین خدا رو شکر کنین. ای خدا بدبخت شدم شوهرم مرد. آقا من که قرار نبود همه با هم ببینیم، الان 3 میلیون از کجا بیارم پول قبر بدم؟ ای خدا یا با این بدبختی ما رو بکش. نه صرف نمی کنه، ما رو نکشه. نگران نباشید خانوم، مازاد این پولهای بنزین قراره بره تو حساب خزانه و شما اگه ثابت کنین بی بضاعتید یک مقدار پول در ماه به شما میدیم، مثلا 100,000 تومانی میدیم. بریم باهاش. محسن تنابنده با انتشار این عکس خطاب به رئیس جمهور گفته زورت به غیر ملت به جای دیگه هم میرسه. بوریا غفوری هم گفته اگه قانون دست و بال قدرت رو نبنده هیچ انسان معمولی زندگی خوبی نخواهد داشت. قدرت به طرز عجیبی فساد و زورگویی رو افزایش میده. امان از روزی که قانون و قدرت با هم رفیق بشن. سردار آزمون هم گفته با این گرونی حقوق کارمنده و کارگرا رو هم 3 برابر کنید. اشکان خطیبی هم یک عکس پست کرده و نوشته وقایع نگاری یک خلق. متن عکس اینه: بنزین، تورم، اختلاس، سانسور، عادت. من گو بیهوش چون خرس‌ها در خواب زمستانی. یه استوری هم از شرط فعلی خودش تو برف و سرما پست کرده. زمستون در دل پاییز چی میگه؟ منو بگو که پیاده باید برم تا آموزشگاه. سر کلاسش ماشین پیدا نمیشه. اینه وضعیت خیابونا. رضا صادقی هم در این روزای برفی تهران ویدیوی از صدای شاملو و شعر برف نوی شاملو رو پست کرده. برف نو، سلام، بنشین، خوش نشسته ای بر با، پاکی آوردی ای امید سپید، همه آلودگیست این ایام، راه شومیست میزند مطرب، تلخواریست میچکد در جام، عشقواریست میکشد لبخند، ننگواریست میتراشد نام، شنبه چون جمعه، پار چون پیرار، نقش هم رنگ میزند رسا. مرغ شادی به دامگاه آمد به زمانی که برگسیخت دام، ره به هموار جای دشت افتاد، ای دریغا که بر نیاید گام. خام سوزیم الغرس بدرود، تو فرود آی برف تا. بله اینم از خبرها و واکنش های سلبریتی‌ها نسبت به گرونی بنزین. برمیگردیم با ادامه خبرها با سحر و ندایی است.